سلام عشقا، چطورید؟ امشب میخوام یکم راجع به این آقای وحید نمیدونم خزه خزای فضایی چیه، یکم راجع به این حرف بزنم. بگم آخه بدبخت، شام خوردن و شراب خوردن و رقصیدن تو چه نفعی به حال ما داره که من زار تو زود ازش فیلم میذارید؟ بعدش اینکه دلتنگ خونوادم هم دلتنگ خونوادم هم. جای ماها بودی چی کار میکردی؟ خب حالا استانبولی، همین بام استانبول میری تهران رو میبینی، زنی زنی خونوادت میان بام تهران برای هم دیگه دست تکون میدید، فیلم هم بذار ما ببینیم، لایکش هم میکنیم. بازم میگم خدمتتون راجع به این آقای وحید خز خزایی فضایی. جواب توی وحید عوضی رو خودم میدم، برای ما اصلا مهم نیست هر کدوم از شما چی میخواین فکر کنین. برگشتی شنیدم گفتی که عربا ملخ خورن. خب اگه عربا ملخ خورن، مردی که یه عوضی، تویی که داری تبلیغات میکنی واسه اون دوستت برایم، میدونی که توی دبی زندگی میکنه، نون عربا رو داره میخوره، تا به حال دیدی یه بار یه چیزی تعریف کنه در مورد ایران و ایرانی؟ اصلا تو پیجش همچین چیزی رو نمیبینی. بس لطفا خفه شو و دهنتو ببند، مردی که یه بدبخت بیچاره. یه بارم یاد باشه به ترکا تو این کردی، برگشتی گفتی ترکای ترکیه جلوی من خم میشن، ترکای ترکیه تو رو اصلا جای کفششون هم حساب نمیکنن. آخه تو واقعا چه خواهی چی فکر کردی؟ ببین بیشتر از بر سازمان صحبت کنی، چون من خیلی حساسم به زبان، به دین فوق العاده حساسم، مخصوصا زبان. من عاشق همه زبانام هم و باید به همه زبان ها احترام بذاریم. بس لطفا تو خفش. این فیلم هم واسه وحید خزایی ننه صیغه ای که الان زیادی پرو شده داره قدقد میکنه. بدبخت، چنان بلایی سرت بیارم که حتی ساواک تو خواب ندیده. برگرد برو ایران یا تو همین ترکیه بگند، چون به زودی کیس پناهندگیت هم از سازمان بین المللی رد میشه. من با مامورای FBI شخصا صحبت کردم، ولی رفتم تو اتاق محرمانه این عکسو گرفتم که خوب ببینی. پاتو بذاری توی آمریکا تو همین فرودگاه دستگیر میشی. حالا صبر کن ببین چه بلایی به سرت بیارم. سلام دوستای گلم، خواستم روز خوش بگم به همتون و اینکه بگم میاد بهرانی خیلی دوستتون داره. روزتون خوش، روز خوبی داشته باشید. بگم یه موزیک خوب و خیابونای تهران.